شاگردان عزیز سلام به امید از که موفق خامگار باشین در ویدیو قبلی ما و شما ماتریکسر خوانده بودیم و همچنان که چه قسم میتونستیم دو ماتریکسر با همدیگر جمع و تفریق کنیم در این ویدیو ضرب یک ماتریکس در اسکالر رو با همدیگر دیگر مطالعه میکنیم خب فرض بگیریم میکنه که ما یک ماتریکس داریم عناصر این ماتریکس باشه AB، B همچنان C و D و یک اسکالر که یا عد... یا یک عدد عقیقی خواسته باشیم که به این ماتریس خود ما ضرب زنیم به این ترتیب که ضرب در A، انصور که یا عدد اسکالر به تمام عناصر ماتریس ما شما چکار میکنیم ضرب میزنیم که برابر میشه با که اه، که بی همچنان که سی و کادی هیچ فرق نمیکنه که کا یک عدد مثبت باشه منفی باشه یا جزری باشه و یا ای که ماتریکس چی مرتبه یا درجه داشته باشه هیچ فرق نمیکنه فقط عدد کار به تمام عناصر ماتریکس چی کار میکنیم در میزنیم موضوع خیلی راحت و آسونه مثال کار میکنم به این قسمت ماتریکس ا برابر شده با عناصر یک سی و شیش در سطر اولی دو یک و صفر در سطر دومی و یک صفر و منفی یک در سطر سومی و همچنان کا برابر شده با دو سوال گفته کا ضرب در ال شما بیاین مشخص کنیم کا ضرب در ار مشخص کنیم عدد اسکالر به تمام عناصر متریک ضرب میزنیم همچنان میگیم دو ضرب در یک دو ضرب در سه دو ضرب در شیشت دو ضرب در دو دو ضرب در یک دو ضرب در صفر دو ضرب در یک همچنان دو ضرب در صفر و دو ضرب در منفی یک جواب میشه کا ضرب در ا بعد از ضرب زدن دو یک به دو دو سه به شیش دو شیش دوازده دو دو به چهار دو یک به دو دو صفر به صفر دو یک به دو دو فر به صفر دو ضرب در منفی یک همچنان میشه منفی به شما خیلی راحت یک اسکالر را با یک ماتریس چکار کردیم ضرب دادیم این موضوع خیلی موضوع راحتی ساده هست. از این موضوع تیر میشیم موضوع بعدی ضرب دو ماتریس به این معنی که چی قسم ما شما میتونیم دو ماتریس رو با هم دیگه چکار کنیم ضرب بزنیم یک شرط داره که اگه او شرط صدق کرد ما شما میتونیم ماتریس با هم دیگه ضرب بزنیم و اگه او شرط صدق نکرد به این جنون این دو ماتریس ضرب زده نمیشه او شرط اینه که باید ستون، ماتریکس اولی برابر باشه با سطر ماتریکس دومی تنها شرط ضرب زدن ماتریکس ها اینه باید ستون ماتریکس اولی با سطر ماتریکس دومی با همدیگر چکار باشه برابر باشه اگه این شرط صدق کرد ماتریکس ها ضرب زدن میتونیم در صورت که صدق نکرد ماتریکس ها به این جنون ما شما ضرب زدن نمیتونیم خب بعدا فرض به این می کنیم که متریکس اما, متریکس اما به این قسمت با مرتبه یا درجه 3 در 5 باشه. به این منه که متریکس اما 3 سطر داره و 5 ستون داره. این خواسته باشیم ضرب در متریکس کنیم باید متریکس دومی ما درجه یا مرتبه از این چند سطر دیشته باشه پنج سطر دیشته باشه حالا ستون از این فرق نمیکنه مثلا پنج در چی باشه پنج, پنج در ده باشه ستون, های متریکس اولی با سطر های متریکس دومی باید چه کار باشه برابر باشه خب این آسل زر این اینا برابر میشه با متریکس سی که این متریکس سی باید چی مرتبه یا درجه داشته باشه درجه یا مرتبه ماتریکس C سطرای از او برابر میشه با سطرای ماتریکس اولی و ستونای از او برابر میشه با ستونای ماتریکس دومی به این ترتیب ماتریکس C ما دارای سه سطر و 10 ستون میتونه باشه به این معنی سه سطر داره ماتریکس C ما و ده ستون داره همچنان در مثال اولی این قسمت ماتریکس اول شده یک دو و صفر و همچنان در سطر دومی منفی یک صفر و یک و همچنان ماتریکس بی برابر با یک صفر و منفی یک. اولین کاری که کنیم اینه که باید ما و شما متوجه شیم که این دو ماتریس رو با هم دیگر ضرب زده میتونیم یا ضرب زده نمیتونیم ببینیم ماتریس اولی ما دو سطر داره و سه ستون داره یعنی ماتریس دو درسیه و همچنان ماتریس دومی ما سه سطر داره و یک ستون داره ماتریس دو درسیه و ماتریس 3 در یک به این معنی که ستونای ماتریس اولی با سطرای ماتریس دومی با هم دیگر چه کاره؟ برابره پس ما و شما میگیم که ما این دو ماتریس رو با دیگر ضرب زده میتونیم که ماتریس اولی ما دو درسه ماتریس دومی ما سه در یکه بعد از اون حاصل ضرب از این دو ماتریس که ماتریس سی میشه باید چی مرتبه یا درجه داشته باشه باید دو سطر داشته باشه و یک ستون داشته باشه بعد از اینکه ما و شما فهمیدیم که ای دو ماتریکس رو با هم دیگر ضرب زده میتونیم و ماتریکس حاصل ضرب برابر میشه و ماتریکسی که دو سطر و یک ستون داشته باشه چی قسم میتونیم این دو ماتریکس رو با هم دیگر ضرب زنیم خب ا ضرب در b برابر میشه با من یک ماتریکس کانون به قسمت رسم میکنم که این ماتریکس ما باید دو سطر داشته باشه و یک ستون داشته باشه خب چی قسم سطر اولیر سطر اولی که یک و دو و صفر با ستون ماتریکس دومی چکار میکنیم ضرب میزنیم که یک صفر و منفی یک این سطر اولی ما شما و سطر دومی همچنان سطر دومی ماتریکس اولی که منفی یک و صفر و یک میشه همچنان با ستون اولی یا تنها ستون ماتریکس دومی همچنان چکار میکنه؟ ضرب میزنه این دو ماتریکس ما ضرب میزنیم آسل ضرب از اینا برابر میشه با آسل ضرب از اینا برابر میشه با ببینید هر کدام از این ماتریکس ها دونه دونه با همدیگر ضرب میزنیم به این منه که یک ضرب در یک یک ضرب در یک جمع دو زب در سفر جمع سفر ضرب در منفی یک در سطر اولی ما و در سطر دومی ما با می منفی یک زب در یک جمع سفر زب در سفر جمع یک ضرب در منفی یک ماتریکس ما مشخص شد که میگم ا ضرب در بی برابر میشه با یک ضرب در یک یک جمع دو ضرب در سفر سفر جمع سفر ضرب در منفی یک همچنان سفر منفی یک ضرب در یک منفی یک جمع سف ضرب در سفر سفر یک ضرب در منفی یک منفی یک خب یک منفی دو قسمی که میبینیم ماتریکس آسل ضرب ما یک ماتریکسی شد که دارای دو سطر و چیه؟ یک ستونه این ماتریکس ما دو سطر داره و یک ستون داره خب من یک مثال دیگه هم کار میکنم که دقیقا شما متوجه شیم موضوع بیتر در کنیم ماتریکس M برابر با ماتریکس ا برابر با دو سه منفی یک در سطر اولی منفی دو یک و دو در سطر دومی و همچنان ماتریکس بی ما برابر با یک سه در سطر اولی دو صفر در سطر دومی منفی یک و دو در سطر سومی آیا ببینیم که ای دو ماتریکس ما و شما ضرب زده میتونیم یا نه میتونیم قسمی که میبینیم ماتریکس اولی ما مرتبه از ای دو درسیه ماتریکس دومی ما مرتبه از این سیم در دوه ببینیم ستونای ماتریکس اولی با سطرای ماتریکس دومی با هم دیگر برابره پس ما و شما میتونیم را ای دو ماتریکس با هم دیگر ضرب زنیم حاصل ضرب از اینا یک ماتریکس سی میشه که مرتبه متریکس ماتریکس سی باید چی باشه دو در دو باشه به این معنی که دو سطر داشته باشه و دو ستون داشته باشه خب چی قسم میتونیم ضرب زنیم میگیم ا ضرب در بی برابر میشه با من یک ماتریکس کلون این قسمت رسم میکنم خب قسمی که میبینیم سطر اولی ماتریکس اولی ضرب در میکنم به ستون اولی ماتریکس دومی خب به این قسمت به قلم بعدی دو سه و منفی یک ضرب در یک دو و منفی یک همچنان این انصور اولی ما شد برای دریافت انصور دومی دوباره همی سطر اول متریکس اولی ضرب در ستون دوم متریکس دومی میکنم به این ترتیب میگم دو سه و منفی یک ضرب در ستون دومی متریکس دومی سه سفر و دو و می ترتیب امی کارر با سطر دوم هم انجام بدیم سطر دوم متریکس اولی که منفی دو یک و دو یک بار ضرب در ستون اولی ستون اول متریکس دومی که یک دو و منفی یک ضرب میزنیم بعدا دوباره می سطر که منفی دو و یک و دو با ستون دومی, ستون دومی, دومی ضرب میزنیم سیم سفر و همچنان دو خیلی راحت ما و شما تقریبا زیادتر نصف کار رو پیش برده بعدا ضرب زدن از اینا خیلی کار راحتی ضرب در بی برابر میشه با تمام عناصر دونه به دانباد دونه با هم دیگر ضرب میزنیم این قسمت دو ضرب در یک میشه دو جمع سه ضرب در دو میشه شش جمع منفی یک ضرب در منفی یک میشه مثبت یک عنصر اولی مشخص شد عنصر دومی دو ضرب در سه میشه شش سه ضرب در صفر میشه صفر منفی یک ضرب در دو میشه منفی دو عنصر دومی همچنان مشخص شد برای مشخص کردن عنصر سومی منفی یک ضرب در یک منفی دو ضرب در یک میشه منفی دو جمع یک ضرب در دو شد دو جمع دو ضرب در منفی یک همچنان میشه منفی دو انصور سومی هم مشخص شد و بریم مشخص کردن انصور چهارمی منفی دو ضرب در سه منفی شش یک ضرب در سفر سفر دو ضرب در دو همچنان میشه چون قسمی که می‌بینیم ماتریکس حاصل ضرب یک ماتریکس چند در چنده ماتریکس مربعی دو در دو تشکیل شد ا ضرب در بی برابر میشه با بعد از جمع منفی دو 6, 8 8, و یک نو 6 جمع سفر 6 6 منفی دو چهار منفی دو مثبت دو سفر سفر منفی دو منفی دو همچنان منفی 6 جمع سفر منفی شیش جمع چهار منفی دو یک ماتریکس چند در چند شد یک ماتریکس دو در دو شد که ما و شما ای چه کار کردیم پیدا کردیم خب شاگردان عزیز از این موضوع که ما و شما خارج شیم موضوع بعدی خواص ضرب ماتریکس ها. خب متوجه باشیم که به این قسمت کتاب یک, یک اشتباه جزئی داره قبلا ما و شما گفته بودیم در خاصیت تبدیلی در عملی های جمع و منفی ماتریکس وجود داره یعنی ما میتونیم که دو ماتریکس چی بگیم ا جمع بی ای برابر میشه با بی جمع وقتی که ا جمع بی شد حتما بی هم جمع ا میشه اما به این جنون در صورتی که ماتریس ا ضرب در بی شد به این جنون به این معنی نیه که ماتریس بی هم ضرب در ا شده میتونه پس در عملیه ضرب خاصیت تبدیلی وجود نداره من خواسته باشم به شما مثال بدم به این قسمت ماتریس M، ماتریس M، ماتریس ا است 3 در یک و ماتریکس بی ماتریکس است دو در سه و ماتریکس بی همچنان است سه در یک شرط ضرب ماتریکس ای بود که ستون ماتریکس اولی با سطر ماتریکس دومی با هم دیگر چکار باشه برابر باشه ستون ای ماتریکس با سطر ای ماتریکس با هم دیگر برابره اما اگه برعکس ازی خواسته باشه من بی ضرب در ار پیدا کنم B ضرب در برابر میشه با B مرتبه یا درجه B است 3 در 1 و مرتبه یا درجه A است 2 در 3 قسمتی که ببینیم ستون ماتریس اولی شده 1 و سطر ماتریس دومی شده دو ای دو تا با همدیگر دیگر برابر نیان وقتی که برابر نباشن به این جرمون ما ای دو ماتریکس به هم دیگر ضرب زده نمیتونیم پس به این نتیجه میرسیم که خاصیت تبدیلی در عملیه ضرب ماتریکس ها به این جنون وجود نداره خاصیت اتحادی و خاصیت تبدیل میتونه داشته باشه ضرب ها اما به جون من خاصیت تبدیلی در ضرب ماتریکس ها وجود نداره موفق و پیروز باشیم شاگردان عزیز ما و شما در ویدیوی بعدی ان شاءالله ترانسپوز یک ماتریکس رو با هم دیگر مطالعه میکنیم خداحافظ و نگهدار شما